که هرچه اراده کنم دست خواهم آورد، زیرا خدا همیشه با من است و این چیزی است که همواره به آن اعتماد خواهم داشت. مادر، برای همه چیز از تو سپاس گذارم. میدانم دور بودن من از خانه برای من، برای همه ما سخت است و مخارج خیلی زیاد، ولی مطمئن باش که من بهترین عقاید و ایده آنها را در خود دارم. میدانم که خدا مرا دوست دارد و هرگز امتحانی را در زندگی نصیبم نمی کند که قدرت مقابله اش را نداشته باشم. میدانم که خداوند خنده را دوست دارد و من هم همینطور. تمام این نعمت های زندگی، همه این نعمت زندگی من است و انسان دیگر چه می خواهد؟ خیلی دوستت دارم و به زودی تو را خواهم دید. با عشق نگیره. خیلی خوب، حالا بعدی رو خواهد بخوردم. ببینید تماشی که من از این وقت قبلم خدمت جناب آقای کریمنش عرض کردم که بذار من نامه رو بکنم و گفتم خسته میشید و الان دیدید خسته شدم. من بیشتر چون رو کامپیوترم هست، من از خمشم اینو ببینم. شما آدم من بله من عادت دارم، کاملا درست میفهمید. من نامه دوم میخونم، نامه ای که در واقع نگیره برای پدرش نشه، برای آقای کریمنش نمیشه. دو سه روز قبلش یا بعدش؟ بعد. دو سه روز قبلش یا بعدش. میگه پدر عزیزم، خیلی وقت است که هم دیگر رو ندیده ایم. از صمیم قلب امیدوارم که حالت خیلی خوب باشد، چون میدانم که اگر کمک ها و راهنمایی های تو در این سالهای متمادی نبود، من نمیتوانستم اینقدر محبت باشم. گاهی واقعا در اینجا به سختی تلاش میکنم، ولی نه به صورت معمولی که مردم در تقلا و تلاشن. ارزش های اخلاقی من در این مرحله زندگیم به روشنی شکل گرفته، ولی بسیاری از جوانان در اینجا هنوز در جستجوی ارزش های اخلاقی خود هستند. تلاش و تقلای من بیشتر مربوط به احساسات درونی من است. گاهی اوقات باید به خودم بقبولانم که این محل خانه من نیست و هرگز نخواهد بود، ولی اقامتم در اینجا نیز بی حاصل نخواهد بود. میدانم موفق خواهم شد و توان و معلوماتی را که به دست خواهم آورد که در نتیجه مرا برای مرحله بعدی زندگیم آماده خواهد ساخت. من دانشکده پزشکی و انشاءالله ازدواج و به اثر تشکیل خانواده خواهد. برای من 18 سال طول کشید تا دریابم اداره خانواده چقدر مشکل است و در اینجا باید از تو به خاطر آنچه برای من و تمام خانواده من کردی تشکر کنم. میدانم چقدر سخت کار کردی تا به مرحله رسیدی و تا این سالها چه سختی ها کشیده ای، و میدانم که گاهی به نظر میاد که این سختی ها پایانی ندارد. شاید این سختی ها در زندگی همه ما پیش بیاید، ولی تو به من آموختی که در لابلای مشکلات همیشه باید تا آنجا که میتوانم به اطرافیانم عشق و محبت ببرزم. پدرم، تو شخص سخاوتمندی هستی و میدانم که گاهی برات مشکل بوده که به کسی کمک نکنی. منظورم این است که در شخصیت هر فردی باید تعادلی باشد تا بداند در چه مرحله زیاد از خود مایه نگذارد که کنترل از دستش خارج شود، و میدانم که تو به سختی تلاش میکنی تا این تعادل را به دست آوری. پدرم، میدانم از روزی که به دنیا آمدی و در زندگی بسیار تلاش کردی و زندگی راحتی نداشتی. میخواهم این را بدانی آنچه که از تجارب خود به من آموختهی ارج مینهم و همیشه آمادم بیشتر بشنوم و یاد بگیرم. تعجبی ندارد، زیرا رشته تحصیلی من تاریخ است و البته اینکه میخواهم زندگی و تاریخ تو را بدانم که تاریخ خودم هم هست. من همیشه دوست داشتم که جزئی از فرهنگ ایران هستم و با افتخار میکنم. فرهنگ غنی با چنین تاریخی قوی که پر است از ایده های مهیج، جنگجویی، تلاش برای کسب قدرت با مردمان متفاوت، ادیان مختلف و عشق.
من هرگز از آموختن در مورد ایران و آنچه مربوط به آن است باز نخواهم ایستاد و هرگز از فارسی حرف زدن دست نخواهم کشید. بابا جان نمیدانی چقدر دلم برای فارسی شنیدن و حرف زدن تنگ است. چه زبان قشنگی است و چقدر خوشحالم که آن را یاد گرفتم و آموختن آن را ادامه خواهم داد. میدانم که آنطور که باید شاید فارسی را نمیدانم، ولی سعی میکنم وقتی به خانه برگشتم بیشتر از حد معمول فارسی حرف بزنم. پدرم امیدوارم حالت خوب باشد و بدانم که هر روز برای دعا میکنم، برای سلامتیت، حفاظتت و اینکه روحیه مثبتی داشته باشید. بی‌صبرانه منتظرم به خانه برگردم و از تو بشنوم که به من بگویی نمیتوانم شب در خانه کسی بخوابم یا نمیتوانم تا دیر وقت بیرون باشم. اگرچه من باز همین کارها رو خواهم کرد، ولی خیلی لذت دارم که ببینم تو سعی خودت رو بکنی. میدونم الان میگی پدر سگ، درسته. یادت میاد عادت داشتیم برای دوستانم شعبده بازی کنیم؟ دوستت دارم و به زودی تو را خواهم دید. با عشق نگره. عجب روحیه ای، عجب دختری. من کلاس اول ابتدایی که بود از من خواست که برم کلاسشون شعبده بازی کنم راجبه ایران و لباسای عویانه صحبت کنم. این بچه دو تا سفرم، البته من رفتم و این شعبده بازی رم کردم و همیشه این بچه ها میگفتن این همون جادوگر است. بابا نایره، چون نایره تو تیم بسکتبال هم که بود بعدها، بله بسکتبال بود و ورزش های مختلف و دوستاش در اون وقت هر وقت میرفتم این میشه تا اونجا میگفتن حواست باشه بابا نایره است، شعبده باده. همین بچه ها همه باید بلد بود شعبده بازی؟ یه کوده دیگه، اینا رو از سی بی های شما یاد گرفتن. بسیار جالب بود. اما یه قسمتی رو میخوام بگم خیلی حساسه. روزی که ما میومدیم به ایران برای سه تا عروسی میومدیم، من و گلی خانم میرفتیم، دو روز قبلش تلفن کرد اینا، گفت خیلی دلم میخواد با هاتون بیام ایران. گفتم که خب دو دفعه اومدی، یه 20 روز اومد یه ماه، خیلی عاشق ایران بود اینا. بعد گفتش که خیلی دوست دارم بیام. گفتم خب که کاری نداره، بلیط تو بزن و بگیر و بلنشه بیا لندن، هم دیگر رو میبینیم و اونجا میریم. گفت آخه کار میکنم. گفتم اشکالی نداره، بگو بابام مریضه و از یه ماه برم. خب من که دروغ نمیتونم بگم، خب من که مریضی قند دارم و مریضم هستم، همش هم غر میزنم. خب نه، این اولین دفعه ای که بایستی به تنهایی از یک نفر سوال و جواب بگیرم، سوال کنم، دپوزیشن رو خواستم، دپوزیشن بگیرم. اون وقت گفتم حالا این دپوزیشن ها زیاد خواهد بود، بیا با ما. ولیش که من گفتم حقوق یه ما تم میدم، اگرم گفتن نه و نمیتونی اصلا ولش کن، حقوق یه سالتو میدم، بیا همین کالیفرنیا و برای ما چیز کن. برای من وکیل من که من انقدر دعوا مرافعه دارم یه چی دیگه من آماده اینا با، ولی خب متاسفانه دیگه عاشق ایران بود، خیلی دوست داشت، خیلی خیلی عاشق ایران. گلی بله، یه دونه بچه داشتی؟ بله. یه دختر داشتی؟ تربیتش کردی؟ وقتی صحبتش میکنم خودم واقعا برام مشکل. تربیتش کردی، وکیلش کردی، وجودی که دلت میخواست بایش اولی باباش اونطوری که میخواست بچه بار اومد، بچه ایرانی آمریکایی، هم اون چیزی که شما دوست داشتید، خانواده خوبی، مادر عاشق فرهنگ ایران، به این قشنگی فارسی صحبت میکنه، اختیار داری، دخترش هم فارسی هم انگلیسی، خانواده گرمی داشتن، سه نفر بودن. گلی چقدر مشکله، چقدر مشکله که آدم بچهش تو این سن سال از دست بده. و میدونم محمود میگه که شما قوی ترید، ولی که استقامتتون، ولی که به هر حال
خب سخت که هست یا